شروع می‌کنیم اولین جلسه از درس اصول طراحی پایگاه داده‌ها دانشگاه آزاد اسلامی واحد نجف آباد. من درسم را برخی از فصل‌ها رو از کتاب آقای رانکویی درس میدم. شما نیاز نیست کتاب آقای رانکویی تهیه کنید. به نظر من کتاب آقای مقسمی اگه می‌خواید بخرید کتاب آقای مقسمی بخرید، اما من بیشتر نکات مهم رو از کتاب آقای رانکویی، برخی از نکات رو از کتاب آقای دیت میگم. یه جورایی موضوع گرایی عمل میکنم، ممکنه رفرنس هم به کتاب خاصی نباشه. خب اما امروز اولین جلسه و آخرین جلسه است که مقدمات شرح. نکاتی که در کلاس گفته میشه سعی میکنم در قالب یه فایل ورد یا نرم افزار ویزیو ترسیم کنم. اما بریم سراغ سیستم مجدد پایگاه داده. این جلسه یه سری تعاریف داریم، میخوام پایگاه داده براتون جا بیفته، فرقش رو با سیستم فایلینگ بفهمیم، یه مقایسه با سیستم فایلینگ کنیم. هفته بعد درس ما شروع میشه با نمودار رابطه موجودیت یا ER دیاگرام که رو اون نمودار 3-4 هفته کار میکنیم و بعد میریم سراغ طراحی جداولش و نوشتن دستورات SQL یاد میگیریم. مستقیما هم در نرم افزار SQL Server 2008 من دستورات رو اجرا میکنم. میتونید نرم افزار رو تهیه کنید، از حالا نصب کنید و به قولن با یه تیر دوتا نشون بزنید. مبحث مهم دیگه نرمال سازی هستش. به جبر رابطه‌ای میپردازیم که یک مفهوم تقریبا تئوریک ولی کاربردی هستش و مفاهیم دیگری هم گفته میشه. در کل 80% کلاس 80-90% درصد کلاس حالت کاربردی داره، یه 10% هم هستش که حالت تئوریک داره. امتحان میان ترم سعی میکنیم تئوریک ها رو در امتحان میان ترم بگیریم که اگه شد پایان ترم بیشتر سرفصل های کاربردی باشه و مثل ترم قبل شاید اوپن بوک باشه امتحان حالت پایان ترم. لذا به این نکات دقت بکنید. اما سیستم مدیریت پایگاه داده یکی از سیستم‌های ذخیره و بازیابی اطلاعات است. منظور از ذخیره و بازیابی اطلاعات چیه؟ میگه مجموعه تکنیک‌ها، روش‌ها که اطلاعات رو میان ذخیره می‌کنن، بازیابی می‌کنن، پردازش می‌کنن میشه سیستم. حالا همین اصطلاح ذخیره و بازیابی اطلاعات. حالا اطلاعات داده هامون میتونن داده های ساخت یافته باشن، مثلا یه داده داشته باشیم در قالب یه فایل اکسل ریخته باشیم، نام و نام خانوادگی چند ستون داشته باشیم، نام و نام خانوادگی دانشجویان، شماره دانشجویان داخل خودش ذخیره بکنه. داده ها میتونن یه فایل باشن، فایل متنی باشن، اونم یه داده هستش، تصویرم یک داده هستش. داده ها میتونن ساخت یافته باشن، داده ها میتونن نیمه ساخت یافته باشن، داده ها میتونن غیر ساخت یافته باشن. بعضی از داده های ساخت یافته داده هایی هستن مانند اون چیزی که مثلا من میگم، حالا تقریبا نیم ساخت یافته هستش، اون چیزی که در فایل اکسل شما میبینید که جدول وضع شده، سطر و ستون داره، مشخصه که هر ستون چه مقداری داره، مقدارش مثلا نام و نام خانوادگی داره. داده های نیم ساخت یافته نظیر اون داده هایی هستن که در فایل های ورد شما مشاهده میکنید. غیر ساختار یافته مثل صوت، مثل عکس، اینا هم داده هستن. اما قبل از اینکه سیستم پایگاه داده بیاد، سیستم فایلینگ. سیستم فایلینگ من خیلی به صورت خلاصه بخوام به توضیح بدم، مثلا بهترین کاری که میتونستن انجام بدن این بود که مشخصات مثلا دانشجوها رو می‌خواستن ذخیره بکنن. اوکی، نام و نام خانوادگی و شماره دانشجو، یه فایل این شکلی مثلا حالا باینری میشد، باز میکردن میگفتن نام سیمیکالن، نام خانوادگی سیمیکالن، شماره دانشجوی سیمیکالن. حالا بعد زیرش مثلا میشتن 12 سیمیکالن، حالا من کامی میذارم مهدی شد. شما قبول کنید. اوکی؟ قاسمی با این شماره دانشجویی. داده ها به این شکل در این قسمت در یه فایل ورد در واقع ذخیره میشد. شد
مشکلات زیادی داشت سیستم فایلی، از جمله این که فرض کنید در اینجا 1000 تا سطر داریم، ما باید با زبان برنامه‌نویسی مثل جاوا یا سی شارپ یه حلقه فرمی نوشتیم و داده خاصی رو از این سطرها جستجو کنیم. برنامه‌نویسیش زیاد بود. تمام مدیریت این اطلاعات چجوری ذخیره بشه، چجوری بازیابی بشه، خیلی زیاد بود. این کجا؟ و سیستم مدیریت پایگاه داده کجا؟ که شما یه پایگاه داده رو مثلا ایجاد کردید، یه جدول دارید داخلش اطلاعات دانشجویان ریخته شده و با نوشتن یه دستور بهترین جستجو رو که خودتون نیاز دارید انجام بدید، بدون اینکه کمترین برنامه نویسی شما انجام بدید. میتونید از داخل اون اطلاعات، از دل اون اطلاعات جستجوهای مورد نیازتون رو انجام بدید. من اصلا امروز نمیخوام به درس بدم، امروز فقط میخوام بگم پایگاه داده چیه. یه ابزارهایی که بهتون نشون میدم زیاد خودتون رو گیج نکنید که این موارد حالا چه چیزی هستش. مثلا من یکی از این پایگاه داده ها رو باز میکنم. اگر ما میخواستیم اطلاعات دانشجویان در داخل یه فایل ورد جستجو میکردیم، باید با زبان برنامه‌نویسی، مثلا دانشجویی که فامیلیش قاسمیه، از اون سطر اول با استفاده از سیستم فایل به اون فایل متصل میشه. نمیدونم تو برنامه‌سازی پیشرفته سیستم فایل باهاتون کار کردن؟ به همون دلیل یه حلقه فرم میذاشتیم، حالا دوباره یکی یکی میخوندیم، ستون نام خانوادگی رو نگاه میکردیم که اگر برابر با اینه مشخصاتشو برگردون، حالا تازه برو خط بعد. این کار مشکل بود. این در حالی که شما در SQL سرور کافیه مثلا مشخصات دانشجو میخواد یه دستوری شبیه این می‌نویسید. بذار که من فونتشو بزرگ بکنم. دستور شبیه می نویسید، بگید مشخصات تمام مثلا دانشجو رو به من بده. اون دانشجویی که فرست نیمش برابر با مثلا داخلش حرف این هستش، کدوم راحت تره؟ این بهتر مطمئن نیست؟ یا اینکه ما بشینیم کلی برنامه‌نویسی بکنیم؟ اما درست این راحت تره، باید اصولی طراحی بشه، طبق یک نقشه اولیه پایگاه داده طراحی. پس اولین مشکلی که تو سیستم فایلینگ داشتیم برنامه‌نویسی های زیادی بود که تو سیستم فایلینگ بود. الان با نوشتن یه دستور یه سیستمی برای ما هستش که اون کارهایی که ما قبلا باید با برنامه‌نویسی انجام میدیم خودش انجام میده. مشکلات زیادی داشت سیستم فایلینگ. من میخوام اینو بهتون بگم، اولین سیستم های ذخیره و بازیابی اطلاعات همون سیستم فایلینگ بود. سیستم بعدی که اومد سیستم مدیریت داده ها بود که یک کم از سیستم فایلینگ حالا بهتر بود. و سیستمی که بعد اومد سیستم مدیریت پایگاه داده بود. و سیستم های بعدی سیستم مدیریت پایگاه دانش بود که هنوز هم هستش، سیستم های اطلاعات جغرافیایی، فضایی و سیستم های بعد مراتب بهتر از
این سیستمی که ما میبینیم به وجود اومد. چیزی که ما میخوایم یاد بگیریم الان سیستم مدیریت پایگاه داده یا Database Management System DBMS هستش. امروز میخوایم یه دورنما داشته باشیم که اصلا این سیستم چیه؟ این سیستم چجوری کار میکنه؟ و تفاوتش با سیستم های قبلی مثل سیستم فایلینگ در چه مواردیه؟ سیستم مدیریت پایگاه داده یا DBMS در واقع یک نرم افزاره که وظیفش مدیریت داده هاست. منظورت مدیریت داده ها چیه؟ یعنی داده ها رو ثبت کنیم، ویرایش کنیم، حذف کنیم، جستجو کنیم. ما دستوراتی که در سیستم مدیریت پایگاه داده ها می نویسیم دستورات سطح بالا است. جزئیات مشخص فقط دیدی که نوشتم select star from member، لیست اعضا رو به من نشون داد. این نرم افزار مدیر سیستم مدیریت پایگاه داده بود که رفت این اطلاعات رو واکشی کرد و در قالب یه جدول به من نشون داد. اگه بخوام نما یک معماری سطح بالا داشته باشم، شما اینجوری در نظر بگیرید که اینجا ما این نشون دهنده دیسکه، یعنی اون چیزی که تو ذخیره بازجابی شد خوندید، اطلاعات داخل دیسکه. اینجا سیستم عاملمون واقع هستش، اسمشو میذارم OS Operating System. داخل OS یک نرم افزار نصب میشه با عنوان DBMS. این نرم افزار وظیفش اینه که با استفاده از دستوراتی که سیستم‌عامل براش مهیا میکنه اطلاعات را از منبع دادی استخراج کنه و از منبع دادی بگیره. اما در این قسمت که نرم افزار DBMS قرار داره، وظیفش اینه که داده ها رو خودش ذخیره کنه. اینکه چه جوری داده ها ذخیره میکنه به ما ربطی نداره. اینکه امنیت چه جوری اعمال میشه، ما فقط داشت میگیم امنیت رو به این شکل اعمال کن، حالا امنیت رو اعمال کن با اون شرایطی که ما میخوایم، خودش اطلاعات رو امن میکنه. مثل فایل متنی نیست که اطلاعات رو میریختیم توی یه فایل متنی تا هم روش کلیک میکردیم باز میشد دیگه. کسانی که مجوز نداشته باشن نمیتونن اطلاعات رو ببینن و امکانات زیاد تری هم در اختیار ما قرار میده. تمام این وظایف بر عهده که نرم افزار DBMS. حالا این DBMS میتونه SQL سرور باشه، میتونه پایگاه داده اوراکل باشه، میتونه یعنی یه نرم افزار باشه برای مدیریت داده، میتونه چی؟ MySQL باشه، DB2 باشه. اکسس هم میتونیم بگیم پایگاه داده، میتونیم بگیم بله دستورات رو اجرا میکنه یه نرم افزار، اما نه به اون گستردگی SQL سرور، امکاناتی که SQL سرور داره. اما این قراره چی کار بکنه؟ چه دستوراتی اجرا بکنه؟ یه لحظه الان من رفتم تو نرم افزار SQL سرور دستورات رو نوشتم، ممکنه این بالا یه کاربر باشه. کاربر عادی، کاربری که با دستورات SQL آشنا باشه، کاربر برنامه ساز، مستقیماً وارد سیستم عامل بشه و دستورات رو بر روی SQL سرور بنویسیم. دستورات SQL، چهار تا دستور اصلیش، حالا یه دستورات دیگه بنویسه و SQL سرور نتایجو بهش بشون بده.
ممکن این کاربر بهش میگیم کاربر برنامه ساز، کسی که با برنامه سازی آشناست، ممکنه اینجا ما یه نرم افزار داشته باشیم، اون نرم افزار ما ممکنه سی شارپ باشه، ممکنه جاوا باشه، ممکنه تحت وب باشه، پی اچ پی باشه، ای اس پی باشه یا جی اس پی باشه. یک کار یک نرم افزار اینجا باشه که توسط یه مهندس نرم افزار نوشته شده، اینجا هم کاربر غیر برنامه ساز اسمش بذارم، اون بذارم کاربر برنامه ساز، این کاربر اینجا قرار بگیره. با نرم افزار ما کار بکنه و این نرم افزار دستورات SQL را، دستورات پایگاه داده را بفرسته سمت SQL سرور، سمت پایگاه داده، و این پایگاه داده دوباره نتایج رو بهش برگردونه و این کاربری که این بالاست نتایج رو ببینه. الان شما وقتی با سیستم آموزش دانشگاه کار میکنید یا مثلا با یاهو کار میکنید یا با شبکه های اجتماعی کار میکنید مثل فیسنما، پشت پرده نرم افزار جلوی شماست که یه روی دکمه کلیک میکنید اطلاعات رو به شما نشون میده. این نرم افزار یک پوسته است، دیدت درست کن، این یه پوسته است و بیش از این نیست. وظیفه‌اش اینه که دستورات SQL که نوشتیم ارسال کنه به سمت پایگاه داده، به سمت این نرم افزار DBMS. این نرم افزار DBMS هستش که دستورات SQL اجرا میکنه، خودش داده ها رو بیرون میکشه از داخل دیسک، نشون میده. شما نگاه کنید همین دستوری که الان من اینجا براتون نوشتم، این پایگاه دادش اینه که من بهتون یاد میدم داخل این که باز کنم یه سری جدول تعریف شده که اطلاعات داخل این جدول ذخیره شده. کاری ندارم، نمیخوام وارد جزئیاتش بشم، جلسات 5 و 6 اینا رو میفهمید. اما نرم افزاری که برای این نوشته شده که کاربر نابرنامه ساز، غیر برنامه ساز کار میکنه، با SQL سرور که کاربر آشنا نیست، بلکه کاربر پشت پرده یه نرم افزار شبیه به این میبینه، یه فرمی در اختیارش گذاشتن، گزارش از اطلاعات اعضا، لابد یه دکمه جستجو هم داره، جستجو میزنه پشت پرده، این داخلی نرم افزار برنامه نویس اومده دستورات SQL نوشته، نتایج نمایش داده شد. این نتایج چی هم؟ نتایجی که به کاربر نشون داده شده بود، نشون داده شد پشت پرده کسی که این نرم افزار رو نوشته دستورات SQL رو میبره سمت سی شارپ، یا حالا یه تابه ببخشید دستورات SQL تو سمت سی شارپ ممکن نوشته باشه، میبره سمت ارسالش میکنه سمت پایگاه داده، پایگاه داده دستورات را اجرا میکنه، برمیگردونه سمت نرم افزار. این اطلاعاتی بود تو نرم افزار نشون داده شد، این همون اطلاعاتی است که اینجاست. ممبر آیدی علی پیر مرادی، علیه یه پایگاه داده داریم، تمام اطلاعات اونجاست. نرم افزار
بهش بس میشه اطلاعاتو میکشه. یه دونه اطلاع، یه دونه نرم افزار میتونه به پایگاه داده بسشه؟ نه، نرم افزار یه پوسته است. میتونه این نرم افزار تحت ویندوز فرم باشه، پایگاه داده همینجاست روی سروره، اینجا پایگاه داده است، پایگاه داده روی یک سروره. و بعد چیزی که اینجا هست که پوسته هستش، اصل کار کجاست؟ به این دلیلی که شما وقتی این داخل وبسایتتون انتخاب واحد میکنید، همون اطلاعات رو به شما نشون میده که نرم افزار مثلا آقای حبیب‌پور داره باهاش کار میکنه. حالا این نرم افزار تحت ویندوز اصلا تحت وب نیست، نرم افزار آقای حبیب‌پور بتونه به شما مثلا باهاش کار میکنه، اما نرم افزار شما تحت وب، ولی اطلاعات یکسانه. یعنی دو تا اپلیکیشن نوشتن، یکی تحت ویندوز، یکی تحت وب. تحت وبش برای ما که میخوایم از خونه بسشیم انتخاب واحد بکنیم، و یک نرم افزار نوشتم تحت ویندوز برای کسایی که داخل خود سازمانن. هر کدوم از ماهای حق دسترسی داریم، میتونیم، من میتونم مثلا فقط نمرات خودمو ببینم، ولی نمرات دوستمو که نمیتونم ببینم. یه حق دسترسی تو این پایگاه داره تحت به نقشی داره من. هر نرم افزار بر اساس اون قسمت که بهش اجازه دادن از پایگاه داده استفاده میکنه. سیستم بانک رو دارم. شما میرید تو بانک، تو دستگاه ATM کارتتون رو وارد میکنید، موجودی میگیرید، در وبسایت اون بانک مربوطه هم میتونید چیکار کنید و موجودی اکسام بدشون میده. کارمند بانک هم یه نرم افزار دیگه داره کار میکنه. یعنی حتی پایگاه داده یکیه، تکنولوژی های مختلف داره به پایگاه داده متصل میشه و اطلاعات رو داره به ما نشون میده. پس ما برای نرم افزار بانک اطلاعاتی یه پوسته داریم، اون بالاست یه داده داریم. کدوم مهمتره؟ من میگم 60 این 40 یا 70 به دی بی ام اس سی پوسته، بس دیگه به نرم افزار اون داره. خب برخی از نرم افزار هم هستن که علاوه بر حالا مدیریت داده ممکنه کار دیگه هم، این بستگی به نرم افزار داره. اگه نرم افزار صرفا بانک اطلاعاتی باشه، طراحی پایگاه داده خیلی مهمه. و سخت‌های نقطه هم همینه، طراحی پایگاه داده هستش. شما بالاخره یاد می‌گیرید چجوری نرم افزار بنویسید، اما اینکه ساختار داده‌تون درست باشه تمرین می‌خواد، علم می‌خواد. ما یه نفر داریم که می‌تونه طراحی پایگاه داده باشه، یه نفر داریم که اپلیکیشن. اون کسی که طراح پایگاه داده هستش باید به خیلی از جوانب توجه کنه که ما این جوانب رو امروز یاد می‌گیریم و در جلسات که در ادامه با هم می‌شیم. اما در ادامه چند دقیقه استراحت بکنیم، ادامه میدیم.